ترور علی کریمی با دستور مستقیم خامنه ای رژیم جنایتکار زهر خودش را ریخت دقایقی پس از آنکه علی کریمی در حساب توییتری خود متنی در مورد تهدید شدن غیر مستقیم خودش و خانوادش از سوی جمهوری صفاک اسلامی منتشر کرد رضا فاضلی مدیر برنامه های علی کریمی هم با انتشار توییتی نوشت هیچ تماسی از طرف مهران مدیری با او برقرار نشده است. فاضلی طی سالهای دهه 80 و 90 خورشیدی یکی از مدیران برنامه علی کریمی در فوتبال اروپا و ایران بود. همزمان مهدی رستمپور، خبرنگار رادیو فردا در صفحه اینستاگرام خود تصویری را منتشر کرد که در آن علی کریمی در پاسخ به ارسال پست مربوط به خبر روبوده شدن علی کریمی توسط یک سلبریتی مشهور برای او از ایموجی های قلب و گل استفاده کرده بود. پیامی که به نظر می رسید در تایید این خبر ارسال شده باشد. اما دقایقی بعد پرستو صالحی بازیگر سینما و تلویزیون تصویری از چت خود با علی کریمی را منتشر کرد. گفتنی است که این تصویر پس از ترور ناموفق علی کریمی بود و شنیده ها حاکی از آن است که این عمل شنیع به دستور مستقیم خامنه ای مفعول انجام شده است. طبق ادعاهایی که در صفحات مجازی منتشر شده بود مهران مدیری به عنوان سلبریتی نزدیک به حکومت معرفی شد که قرار بود در روبودن علی کریمی نقش داشته باشد. با وجود شدت گرفتن شایعات پیرامون علی کریمی او همچنان ترجیح می دهد در قبال این موضوع سکوت کرده و به پیام دو پهلوی خود در توییتر بسنده کند او در پیامی اعلام کرده بود که خامنه ای بالاخره زهر خودش را ریخت ولی خوشبختانه این حرکت جمهوری دجال اسلامی ناکام ماند جایزه برای گاز گرفتن آمران به معروف چندی پیش یک خبرگزاری در ایران گزارشی از ضرب و شتم یک زن محجبه و فرزند شهید در قطار تهران یزد منتشر کرد این خبرگزاری در گزارش خود مدعی شده بود زنی به نام زینب جعفری که معلم مدرسه و فرزند شهید است پس از شرکت در همایش نخبگان انقلابی در حال بازگشت به یزد بوده که مورد حمله چند زن بیهجاب قرار گرفته است. او مدعی شده که رئیس قطار در برابر خواسته او برای تذکر هجاب به آن زنان به او گفته بود که مشکل از تفکر خودش است و هجاب آن زنان ایرادی ندارد. در واکنش به این درگیری نیز دادسرای یزد اعلام کرده است که زنان بیهجاب قطار تهران یزد تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و رئیس خط نیز به این دلیل که از زنان بیهجاب دفاع کرده از کار خود تعلیق شده است. امام جمعه یزد هم در دیداری با زینب جعفری از او دلجویی و از اقدامش تقدیر و تشکر کرده است. چرا جمهوری اسلامی به کسانی که آنها را آمر به معروف می‌خواند جایزه می‌دهد و از آنها تقدیر می کند؟ آیا این افراد شهروندان عادی موافق هجاب اجباری هستند یا نیروهای حکومت در لباس مردم عادی؟ برای پاسخ به این سوالات با فاطمه مسجدی یک پژوهشگر تاریخ اجتماعی و فعال حوزه زنان در برلین گفتگو کرده ایم. از او پرسیدیم که ماجرای درگیری در قطار تهران یزد چیست؟ ایشان گفتند چندی پیش در قطاری که از تهران آزم یزد بود چند زن محجبه حضور داشتند که از همایش نخبگان انقلابی که در مشهد برگزار شده بود باز میگشتند. خبرگزاری حوزه که وابسته به سپاه دجاله است اول در گزارشی مدعی شد که چند زن بیهجاب به این زنان محجبه حمله کرده و قصد داشتند که چادر و روسری آنها را از سرشان بردارند. ولی بعد با انتشار بخشهایی از گفته های خود زینب مفعول زنی که میگوید یک مسافر بی هجاب در آن قطار به او حمله کرده است مشخص شد که او و همکارانش قصد داشتند به هوای گرفتن سلفی از آن زن به زعم آنها بی هجاب عکس بگیرند و احتمالا به نیروهای حراست راه آهن یا حتی نیروهای سپاه دجال پاسداران نشان دهند تا به حساب آنها رسیدگی شود در گزارش کاملتر این خبرگزاری آمده بود که این زن یزدی و همکارانش بعد از اینکه به رئیس قطار درباره بیهجابی همسفرهایش تذکر دادهاند، او به آنها گفته که مشکل از تفکر خودشان است و اگر ناراحتند می توانند جای خود را عوض کنند. همین کار آنها را ناامید کرده و باعث شده بود تلاش کنند از زنان بیهجاب که در راهروهای قطار تردد داشتهاند عکس بگیرند. آنطور که این زنی که گفته زن بیهجابی که او قصد داشته از او عکس بگیرد اول با وی درگیر شده است در این درگیری زن بیهجاب قصد داشته از چادر و روسری زینب را بردارد که بنا به گفته خودش او روسری را محکم چسبیده و دستش با ناخونهای آن زن بیهجاب زخمی شده است پس از این واقعه جمهوری دجال اسلامی از این آمران به معروف تقدیر می کند این نخستین بار نیست که مقامات جمهوری دجال اسلامی نیروهای صفاک آمر به معروف و ناهی از منکر خود را مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند. چندی پیش ماجرای شکنجه و پخش اعترافات اجباری از سپیده رشنو زن 28 ساله که در اتوبوس بی تهران از یک زن محجبه به نام رایحه ربیعی تذکر هجاب گرفت خبرساز شد. در یکی از ویدیوهای اعترافی که خبرگزاری صفاک فارس نزدیک به سپاه اهریمنی پاسداران از زنانی که در مقابل رایحه ربیعی مقاومت کرده بودند منتشر کرده و ربیعی با بیخیالی میگوید در درگیری ناخونش به دست فردی خورده و چنگ افتاده است. در مقابل زنی که دست او خراش برداشته و چهرهش در ویدئو همچون مجرمان محوست از رایحه ربیعی اصخاهی می کند و تصاویر به مخاطب القا می کند که رایحه او را از سر بزرگواری در آغوش می گیرد. فاطمه مسجدی توضیح می دهد آزادی پوشش زنان به خاطر چند دهه سرکوب و اینکه جمهوری دجال اسلامی ایدئولوژی اسلامی را به طور دائم به خورد مردم داده اثرات خود را گذاشته است بنابراین حالا که زنان دارند با ظاهری که دلشان میخواهد در اماکن عمومی ظاهر میشوند هرچند که بخشی از بدنه جامعه با آنها موافق است ولی تجربه تقابل هم خواهند داشت او در ادامه تاکید میکند ولی این به آن معنا نیست که دولت با استناد به آن تقابل بخواهد حق انتخاب پوشش را از میلیون ها زن و دختر بگیرد او میگوید اینکه نظام سیاسی میگوید روحیه جمعی جامعه خواهان آزادی پوشش زنان نیست حرفی است که فقط میتواند از سوی جمهوری فاسد اسلامی مطرح شود و با زور و رشوه آن را از زبان دیگران مطرح کند